الله بأمید خدا ما ان شاء الله میدونید ایجاد کنسولگری نیازمند یک سری مراحل هست كما تعلمون بان انشاء قنصليه في المحافظه تحتاج الى هناك يعني بعض الاجراءات اما تا این که اون اجراءات انجام بشه ما آمادگی داریم که در اینجا ان شاء الله دفتر ایجاد بکنیم دفتر کنسولی حتى تتخذ يعني مثل هذه الاجراءات فنحن بدينا استعدادنا لانشاء مكتب للقنصليه الجمهوريه الاسلاميه في اربيل هنا في المحافظه. ان شاء الله بعد از اعلام موافقت استاندار ما در اولین فرصت دفتر قنصلي ايجاد خيم. وبعد الان موافقه سعاده المحافظ لانشاء مثل هذه المكتب نحن على اغرب فرصه ننشئ هذا المكتب وان شاء الله يتم العمل فيه. اليوم كان لدينا اجتماع الثاني مع سعاده المحافظ. جلسه بسیار خوبی بود در زمینهای مختلف صحبت شد. اجتماع جيد تحدثنا حول مواضيع عده. توانمندیهای شرکتهای ایرانی رو ما خدمت ایشون عرضه کردیم. الامكانيات المتواجده في لدى الشركات الايرانيه. در زمینهای مختلف. في مجالات عده. اعلام آمادگی شد که در زمینهایی که ایشون نیاز میدونن ما بتونیم انشاءالله مشارکت بکنیم و بدینا استعداد مثل هذه الشركات بناء على الاحتياجات اللي طرحت من قبل سعادة المحافظ آمادگی لازم هست شرکت های ایرانی که در زمینه های عمرانی الشركات الإيرانية لديها استعداد بالدخول والمساهمة في مجال البناء کشاورزی وكذلك الزراعة نفت والبترول وهامينتور در زمینه پزشکی وكذلك في مجال الصحه بتونن ورود کنن و تاثیرگذار باشن وممكن ان يساهموا ويكونوا مؤثرين بمثل هذه المشاريع یکی از مراجعین ما بیشترین مراجعین ما در زمینه بیماران کلیوی هست غالبيه المراجعات تتم يعني للقنصليه هي بالنسبه للمرضى الكلى که بعضا هم دچار بیماری تقریبا سخت شدن و نیاز به دیالیز دارن و یعنی غالبیتون به ان وصل صعوبت هذه الامراض یعنی صعوبت اکثر و احتاج الى غسیل الکله و برای همین انشالله ما دو دستگاه دیالیز رو اهدا خواهیم کرد ولهذا بان اهداء جهازين لغسيل الكلى الى المحافظه من قبل الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه